صحبت از روزه کردم. بین ادیان خدا فکر می‌کنید کدوم دین محبوب خداست؟ چند نفر فارسی می‌فهمه که من جواب بدم؟ ببینید من اسمم اسلامه. I'm actually half Jewish, half Muslim. I'm a Jew-slam. My father is Jewish and my mother is Muslim. Which makes her Jewish, right? By injection. What? Well, she was sick. Yes. Oh, you were? Yeah, just trying to injection. What kind of injection are you talking about? I'll show you, but the lights are too bright. I'll show you what it means. That picture is starting to worry me now. Thank you. You were the boss. You put a zipper on your mouth. Are you Persian? Yes. No, anyway, you are? Thank you. Nice to meet you. So, من اسم اسلامه, but I will prove to you دین یهود, دین یهودی ها, کلمی ها, دین محبوب خداست. هر کی میخواد با من بحث کنه, I will beat you verbally to the ground. Verbally. در هر دینی روزه میگیریم که بدن پاکیزه بشه, گرسنگی رو بفهمیم و گناهامون بخشیده بشه. این یکی از سه تا خواصشه. هزار تا هست, ولی من شبتون رو نمیخوام بگیرم که به برنامه مال جبرانی هم برسیم. در دین اسلام چند روز روزه میگیرن؟ 30 روز, right? جواب بدید, تو های جواب ندید من همجوری واسه فاضی برنامه جواب. در دین اسلام چند روز روزه میگیرن؟ 30 روز. واسه یه پروفسور دانشگاه این سیه. Oh, thank you. سی روز. در دین اسلام 30 روز روزه میگیرن, در دین مسیحی 40 روز روزه نباتی جوگندمی و در دین در فرقه بهایی 19 روز روزه میگیرن. کلمیا قربونشون برن 1 روز 26 ساعت یوم کیپور روزه میگیرن که 364 روز گناهاشون یه جا پاک شد. میخوان نیست میگن ما مردم برگزید خدا هستیم, چون به پاک شدن گناه ها که میرسه خدا با مسیحی ها, مسلمان ها و بهایی ها ریتیل حساب میکنه با کلمی ها حوزه. ببینید تو روزه گرفت